پایان فرخ. با سلام و درود دوباره به شنوندگان عزیز، مدت هاست از پایان فرخ با شما گفتگو کردیم یا به شکلی در ایمیل ها به شما نوید دادیم و امروز در خدمت استاد مهران راد هستیم و بالاخره در مورد این موضوع پای صحبت های شیرین ایشون میشینیم. البته من کم و بیش اطلاع دارم که موضوع از چه قرار هست و شما هم امروز در جریان قرار خواهید گرفت. حقیقتش این هست که این موضوع در جریان سفری که من در خدمت ایشون بودم شکل گرفت و قرار شد که ایشون این کار رو انجام بدن و من فکر میکنم بهتر از همه این هست که خود جناب مهران راد توضیح بدن که در چه زمینه ای این موضوع شکل خواهد گرفت. سلام میکنم من خدمت شما و شنوندگان محترم. بله، همینجور که میگین ما در سفر بودیم و گفتگو کردیم و کلی با هم به قول خودمون صفا کردیم و توی این گفتگوها از جمله این بحث پیش اومد که چقدر به اصطلاح شاعران دوره‌های مختلف و نویسندگان دوره‌های مختلف با هم قابل مقایسه هستند و اینکه مقایسه اینها چقدر گاهی اوقات ممکنه ایجاد اشتباه بکنه برای ذهن آدم، قضاوت آدم. اینکه ما یک کسی را از یه دوره‌ای با یک کس دیگری از یه دوره دیگری به دلایلی با هم مقایسه بکنیم چقدر کار دشواری است و حساس و ایجاد اشتباه ممکنه بکنه. و این فکر رو به وجود آورد که خب این ایجاد اشتباه کردن یه مقداریش بعضی موقع به خاطر تشابهات به اصطلاح ظاهری اسمی است. از جمله یادتون باشه صحبت دو فرخی شد. بله، که فرخی سیستانی داریم و فرخی یزدی. دقیقا. و در اون سفر ما کلی راجع به این دوتا با هم گفتگو کردیم و اینکه چه سرنوشت متفاوتی داشتند. بله، و چه شباهت هایی داشتند. دقیقا. و این امر باعث شد که این فکر رو شکل بگیره که بیایم راجع به این بحثیه برنامه درست کنیم و این شباهت ها و تفاوت ها و این آغاز های هر دوی اینها که کمابیش شبیه هم هست و پایان هاشون که این همه با هم متفاوت هست رو تحت عنوان پایان فرخ که به سوی جوری به فرخی ها هم ارتباط داشته باشه به صورت این برنامه در بیاریم که امروز در خدمتتون هستیم و بعد ببینیم چند قسمت میشه و دنبال بکنیم. بعد خواهش میکنم. خب ما از دو تا فرخی صحبت میکنیم که اینها شباهت‌های عجیبی با هم دارن. یکی از شباهت‌هاشون این که اینها هر دو در یه سرزمین حاشیه کویر و دور از مرکز، در واقع اون مرکز قدرت زمانی خودشون به دنیا آمدن و رشد کردن و بالیدن. یکی در یزد بوده که فرخی یزدی باشه و یکی فرخی سیستانی که در حوزه به اصطلاح حکومت یعقوب سفاریان بوده و در واقع در زمان سامانیان ولی در حیطه قدرت سفاریان باقی مونده بوده منطقه، که حالا صحبت از سیستان میشه و برای من دقیقا روشن نیست که کجاست، چون سیستانی که اون موقع ما میگیم تا غزنه همینجور ادامه داشته ای سیستان، ولی به هر حال از این سرزمین های به اصطلاح چیزی حوزه بزرگ سیستانی که امروز هم سیستان ما بخشی از اونه. درسته. و اینها هر دوشون دهقان بودن و کارگر
دهقان بودن، یعنی در واقع مالک هم نبودن. خود به اصطلاح فرخی میگه مباهاتی که من دارم ز دهقان زادگی دارم. فرخی که میگین کنون فرخی؟ فرخی یزدی. بله بله. و فرخی سیستانی چهار مقاله نظامی عروضی در موردش میگه که خدمت دهقانی کردی از دهاقین سیستان و این دهقان او را هر سال 200 کیل پنجمنی غله دادی. و این معلوم میشه که به اصطلاح کارگر یک به اصطلاح یک دهقانی بوده که یه حقوقی میگرفته ازش. بله. فرخی هم همینجور بوده. فرخی هم درسی نخونده. فرخی یزدی. بله. هم همینجور بوده و ایشون هم درسی نخونده و در همون نوجوانی مجبور بوده که بره کارگری بکنه و معاش همچین خوبی هم نداشته، زندگی اصلا مرفهی هم نداشته و هر دوی اینها از این مسئله معاش به تنگ بودن و رویاهای بزرگ صرف نظر از اینکه امر معاششون صرفا خوردن و خوابیدن و نوشیدن و پوشیدن و اینها باشه، اینها آرزوهای بزرگ هم در سرشون داشتن، میخواستن به جاهای بزرگ برسن، اراده های بزرگ داشتن، همت های والا داشتن و هر دو این سرزمین رو ترک کردن، رفتن به سمت قدرت هایی که در زمان خودشون بودن، به پایتخت ها. و هر دوی اینها در زمانی زندگی میکردن که ما از شاهان مقتدر و بزرگ و تأثیرگذاری به اصطلاح برخوردار بوده جامعه. یکی خب در زمان فرخی سیستانی سلطان محمود غزنوی است که نابغه نظامی است و کشورگشای بزرگی است و یه جورایی میشه گفت که ادب فارسی به شکل چشمگیری تحت تاثیر پولهای هنگفتی هست که اون خرج میکرده در این راه. بله. و فرخی یزدی هم در زمان رضاشاه است، یعنی اواخر قاجار و زمان رضاشاه و طلوع رضاشاه رو کاملا دیده و خب رضاشاه هم محل خدمات بزرگی بوده به جامعه به ایران، فرهنگی ایران و جامعه ایران و رشد و توسعه و شکل‌گیری مناسبات نهادهای اجتماعی در ایران. هر دوی اینها در زمان شاهان مقتدری بودند که تأثیرگذار بودند. درست. و جالب اینجاست که اینها هر دو به نسبت موفق بودند. یعنی وقتی که فرخی سیستانی میره به دربار چغانیان در سواحل آمودریا، با سرعت متوجه استعداد شگرفش میشن و اون حرکت میکنه و نهایتاً میرسه به دربار سلطان محمود و اون قصاید قرار میگه که اینجا توی این جلسات من بیان میکنم نمونه های از اونها رو، و به جایی میرسه که معروف میشه که میگن با فیل سلطان محمود سله میفرستاده برای اون، چون با اسب و شتر و اینها دیگه کافی نبوده. و باز گفته میشه که وقتی که فرخی در دوره اقتدارش در زمان سلطان مسعود وقتی که میومده و وارد مجلسی میشده، 20 تا غلام یا بنده سیمین کمر همراهش بودن، یعنی بندگانی با تجملات زیاد، با لباس‌های فاخر که همراه اون بودن، اینا هم خدمتگزاران اون بودن. فکر کنید یه آدمی با 20 تا خدمتگزار حرکت بکنه. شگفت انگیزه. یعنی در واقع یه دهقان بی چیزی که به این موقع این میتونه مثلا نشان موفقیت ارزیابی بشه. و از این گذشته از نظر ایجاد سبک، از نظر شعر، از نظر توانمندی تو سخن گفتن، اعتبار نزد شاعران بعد از خودش، باز موفق. اینا همه فرخی سیستانی است. بله. و فرخی یزدی هم همینجور. فرخی یزدی شما ببینیم وقتی که وارد تهران میشه روزنامه تأسیس میکنه و در دوره‌ای که تمام مبارزین یا خونه‌نشین شده بودن یا توبه کرده بودن یا فرار کرده بودن و دوره‌ای شده بودی که دیگه مثلا حتی بزرگمردی مثل دهخدا خونه‌نشین شده بوده و داشته وقت خودش رو صرف به جای کار سیاسی و کار که علاقش بوده روزنامه‌نگاری و کار در مجلس، اینها وقت خودش رو صرف
پیدا کردن لغات میکرده که خب چه وقت به اصطلاح ارزشمنده، خیلی خوب بوده، خیلی ما خوشحالیم از این موضوع. منتها منظورم اینه که در واقع همه گوشنشین شده بودن و دیگه احساس این که کار سیاسی فایده نداره و باید جدا بشن از کار سیاسی بودن، ایشون فعال بوده. به قول آقای سپانلو میگه که آخرین آپاچی، آخرین سواری بوده که در واقع داشته میجنگید و از قلمرو خودش، آخرین آپاچی بوده که از قلمرو خودش دفاع میکرد. بسیار. من اینجا به یک نکته اشاره بکنم که اینجا الان یه تفاوت به نظر من میرسه که بین دو فرخی داره نمایان میشه. من. اون این که فرخی سیستانی هیچ وقت مبارز نبوده، فرخی یزدی الان داره به شکل یه مبارز سیاسی قلمداد میشه. خب همینجوره به خاطری که البته یادمون باشه که مثلا در زمان همون سلطان محمود ما فردوسی رو داریم که فردوسی از سلطان محمود در واقع به شکلی اینجوری که تاریخ به ما میگه نارو میخوره بهش و در واقع پشت گرمی که فردوسی توقع داره از جانب سلطان محمود به اون نمیشه. ولی درست. اینها هیچ کدومشون به معنی مبارزه نیست. بله. یعنی ما نمیتونیم بگیم فردوسی مبارزه کرده با حکومت وقت. یعنی در واقع برجستگان و بزرگان و ادبای اون موقع اصلاً چنین ذهنیتی نداشتن که قرار هست که برن بجنگن و چیزی رو. اتفاقاً یکی از این بحث رو می‌خواستم همونجور که شما هم خوب تذکر دادن تو بخش تفاوت‌های این دوتا بگم که در واقع نگاه بزرگان اون عصر و ادبای اون عصر به قدرت و به این که وظایف اجتماعی، وظایف تاریخی، وظایف ادبی یه هنرمند چی هست با این دوره چقدر فرق. 900 سال بین این دوتا فاصله هست، یعنی تولد فرخی سیستانی 900 سال پیش از تولد فرخی یزدی است. بله. تو این 900 سال در واقع ما کلی تغییر و تحول داریم که در واقع قضاوت‌های ما رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن. بله. و یکیش هم همینه که نگاه هنرمند، نویسنده و شاعر نسبت به وظیفه‌ای که داره، حالا چیکار باید بکنه تو جامعه، این نگاه کاملا عوض شد. و اوضاع سیاسی هم روز هم بسیار بسیار متفاوت شده. خب بله، به طب دیگه 900 سال که عمر نوحه. بله. معروف است که نوح 900 سال عمر کرد. بله. و این به تب. بله، حالا این جمله معترض من رو شما میتونید ندیده بگیرید، برگردید به همون روال شباهت ها. بله. بله نه نه، از قضا من جایی بود که دیگه تقریبا به نتیجه رسیده بودم که بگم که ما به قدر کافی بین این دوتا داریم شباهت میبینیم. بله. که حتی به یه دلایلی یا به یه لحاظی شاهان عصر این ها من با هم دیگه قابل مقایسه بودن. این شباهت باعث میشه و باز این شباهت مهمتر از همین که هر دوی اینها شاعرن و هر دوی اینها نویسندن، یعنی غیر از شاعری نویسندگی هم کردن و هر دوی اینها فرخی هن. این فرخی بودنشون هم مهمه، یعنی این نام هم مهم و این ما رو وصل میکنه به یک به اصطلاح این که به این نقطه میرسونه که ما این دوتا رو به هم وصل کنیم و یه جوری با هم دیگه اینها رو مقایسه بکنیم و از این راه گذر ببینیم آیا میتونیم تفاوت زندگی و پایان و سرانجام اینها رو بررسی کنیم. پایان فرخ.
Thank you.